حضور شما بینندگان عزیز در گوشه و کنار جهان درود میفرستم، حضورتون عرض ادب میکنم. هموطنان عزیز و ارجمندان، شایعات بهتر است بگوییم، در تمام جوامع بشری بخشی از ابزار جنگ روانی محسوب میشود، خاصه در جهان سیاست، بدین معنا که همواره گروه های رقیب به ویژه گروه های مخالف حکومت شایعاتی را بر سر زبان ها می اندازند که پاره از آن بهره از حقیقت دارد و دسته بیشتری از آن قاعدتا فاقد یک حقیقت و یک واقعیت است. خدمتتون عرض کنم که در ایران بخشی از مبارزین مخالف حکومت دانسته و یا نادانسته این شایعات را بر سر زبان ها می اندازند. در واقع همین شایعی که عرض کردم در جوامع بشری وجود دارد، یک نوع ابزار مبارزاتی هم در دست مخالفین هست. در نظام گذشته که مملکت قاعده و قانونی داشت بر یک روال اصولی گذاشته شده بر پایه حکومت‌های متداول در جهان ساخته شده بود، هنوز هم مخالفین از این ابزار استفاده می‌کردند. بخشی از کسانی که شایعاتی را از داخل حکومت به بیرون درز می‌دادند خود مأمورین اطلاعاتی رژیم بود. روزنامه نگارانی که به غلط یا به درست مخالف بودند، شیطنت های خاص خود را برای رواج این شایعات انجام می دادند. من باب مثال روزنامه اطلاعات یک خبری را چاپ می کرد در صفحه اول که دیشب یک پیرمرد یا پیرزنی از سرما خشک شد. در کنار همین خبر یا بالای این خبر ناگهان عکسی را چاپ می کردن من باب مثال که ضیافت شاهانه بود برای ورود یک رئیس جمهور یا یک رئیس دولت و یا یک قرارداد بزرگ. خب اینها شیطنت بود. هم اکنون در ایران ما دهان به دهان می گردد و این جزء شایعاتی است که به احتمال قریب به یقین مأمورین امنیتی خود رژیم بر سر زبان ها می اندازند که اوضاع و احوال ایران بسیار خطرناک است. شرایط به گونه ای است که هر لحظه احتمال برخورد جنگی با نیروهای آمریکایی و متحدان آن در منطقه خلیج فارس می رود. خب این شایعات ممکن است یک مأمور رژیم، یک مأمور اطلاعاتی رژیم بدون قصد و غرض بگوید. من باب مثال در منزل برای همسرش حکایت کند که امروز آقای خامنه ای چنین سخنانی را در جمع ما گفت، کما اینکه اکنون این شایعه وجود دارد که آقای خامنه ای به سپاه پاسداران گفته است که آماده باشید، ما به زودی وارد جنگ خواهیم شد. این بخش شایعات است، بخشی که عرض کردم ابزار روانی در جوامع گوناگون است و خاصه در جهان سیاست. اما اونچه که واقعیت دارد، مبنای خبری دارد و باید به آن توجه کرد این است که اسرائیل اعلام می کند که 3 ماهی که پیش رو داریم 3 ماه سرنوشت سازی است برای حکومت اسلامی. 3 ماهی است که احتمالاً حکومت اسلامی به پایان خط خود نزدیک می شود. از این خبر می توانیم نتیجه بگیریم که بشار اسد دارد روزهای پایانی حکومت خود را می گذراند. کما اینکه بعضی نشریات عربی می نویسند که 1-2 هفته است که بشار اسد ناپدید شده است، ناپیداست، در هیچ کجا ظاهر نشده است. و یا
پاره ای از نشریات عربی خبر میدهند که مخالفین بشار اسد توانستند حلب را از نیروهای ارتش بشار اسد پاک کنند. در واقع حلب را تسخیر کنند که مهمترین شهر سوریه است و پایتخت اقتصادی آن محسوب می شود. اما در این میان مسائل دیگری هم مطرح است. در حالی که حکومت اسلامی به دلیل این تحریم ها رقم بسیار بسیار قابل توجهی را در ماه از دست داده است، چون قادر نیست نفت بفروشد، معاملات بانکی انجام دهد، اگر هم تحریم ها را دور بزند نمیداند که پولش را از چه طریق وصول کند، چون معاملات بانکی هم جزء تحریم ها است، برای سوریه همچنان نفت مجانی میفرستد. در شرایطی که میدانید در مملکت ما وضعیت احتیاجات روزانه مردم، احتیاجات روزانه در چه شرایطی است و اوضاع و احوال حکومتی در چه شرایطی است، اینها همچنان به سوریه نفت میفرستند که همگان بر آن عقیده اند که تا ماه آینده به احتمال قریب به یقین نشانی از بشار اسد نخواهد بود. کشته خواهد شد معلوم نیست، به او پناهندگی سیاسی خواهند داد پاره ای از کشورها معلوم نیست، اما آنچه که مسلم است این است که دیگر حکومتی به نام حکومت بشار اسد وجود نخواهد داشت و به طریق اولا به دنبال رفتن او حزب الله باید بساط خود را برچیند و جمع کند. کما اینکه باز همان شایعاتی که در آغاز بان اشاره کردم مبنی بر این است که سید نصرالله آماده می شود که از لبنان به ایران سفر کند و در پناه حکومت اسلامی که به قول اسرائیلی ها سرنوشتش تا 3 ماه آینده به پایان خواهد رسید آنجا سکنا گریزد. خب این شرایط مملکت ماست، این وضعیت و اوضاع و احوال مملکت ماست. به زبان دیگر گروه های مخالف حکومت اسلامی، خاصه آنها که در داخل کشور هستند، فقط 3 ماه فرصت دارند تا بتوانند برای ماجرایی که در پیش است، احتمالاً جنگ خواهد بود، احتمالاً حمله نظامی خواهد بود و این حمله نظامی به تأسیسات اتمی حکومت اسلامی محدود نخواهد شد، چاره‌ای بیاندیشند. علاوه بر آن فکری و برنامه‌ای برای روزهای بعد از پایان حکومت اسلامی ارائه دهند. و در این میان مهم این است که سپاه پاسداران که بارها عرض کردم همه آنها خائن نیستند، همه آنها مزدور نیستند، در میان آنها بسیاری افراد وطن پرست هم حضور دارند که ناگزیر و ناچار در طول ماجراهایی که 33 سال گذشته روی داده است برای گذراندن زندگی به سپاه پاسداران پیوستند، یا در میان بسیجیان نیز میتوان همین گونه افراد را پیدا کرد، غیر از آنها که روانی هستند، غیر از آنها که بنا به دلایل شخصی برای سرکوب شکنجه دادند وارد بسیج شدند و یا به گروه های شکنجه و عذاب در زندان ها پیوستند. این گروه ها در میان سپاه پاسداران باید اندیشه کنند که تا 3 ماه آینده به مردم بپیوندند، در کنار مردم قرار بگیرند، نگذارند زمان از دست برود و زمانی برسد که در هر حال بعد از جنگ، بعد از فرو نشستن آتش ها و برطرف شدن دود ناشی از انفجارها، قطعا و حتما در آن مملکت دعاوی ملی تشکیل خواهد شد، نه به آن شکل و صورتی که بر پشت بام خمینی و تن پرستترین افراد را اعدام میکردند، خیر، نه آنگونه که چپ و راست را از دم گلوله میگذراندند،
نه آنگونه که در آن زندانها بنا به یک کلام حرف خمینی قتل عام کردن زندانیان را، نه محاکم ملی با انصاف، با مهر، با محبت، با دلیل، مدرک، سند و گشوده در برابر چشمان شما مردم. به فکر آن روز باشیم هممون و اندیشه کنیم که برای کشور ما چه پیش خواهد آمد و بر ما چه خواهد گذشت در آن روزا. تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتید و به این برنامه توجه فرمودید. تا صبح روز دوشنبه همه شما عزیزان را به ایزد مهر می سپارم. بدرود.